دوستان به کانال فارسی مدیا خوش اومدین. لایک و سابسکرایب به ما یادتون نره و ما رو تا پایان کلیپ همراهی کنین. زمانی که صحبت از رابطه عاطفی میشه ما باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم، زیرا یه رابطه عاطفی میتونه کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. اگر شما در مسیر اشتباه قدم بردارین، نه تنها به خودتون آسیب رسوندین، بلکه وقتتون رو تلف کردین. پس اگر در یک رابطه هستین و یک سری رفتارهایی رو در یک فرد میبینین، باید بدونین که زنگ خطری براتون به صدا در اومده و باید هرچه زودتر اون رابطه رو ترک کنین. پس از آدمی با خصوصیاتی که در ادامه ویدیو میگیم فاصله بگیرین. از شما تعریف نمی کنه. شما باید با فردی رو وارد رابطه بشین که زیبایی های شما رو ببینه و اونها رو به زبون بیاره. اگه شریک زندگیتون نتونه برای بالا بردن اعتماد به نفس و انتقال حس خوب به شما کلمات زیبا به زبون بیاره، به احتمال زیاد گزینه مناسب براتون نیست. تعریف و تمجید کردن نشونه اینه که طرف مقابلتون به شما توجه میکنه و به زیبایی هاتون اهمیت میده. همه ما به توجه اون هم از نزدیکترین فرد زندگیمون نیاز داریم. از شما سوال نمی کنه. شما باید دنبال فردی باشین که بتونه در مورد مسائل مهم از شما سوال کنه. سوال پرسیدن در مورد مسائل مالی، مشکلات، عشق، فرزند، آسایش، کار و سفر بهبود رابطه کمک می کنه. اگه طرف مقابلتون نتونه در این موارد از شما سوال کنه، به این معنیه که اهمیت زیادی به شما و موضوعتون نمیده. بنابراین با فردی که به شما اهمیتی نمیده و در واقع هیچ سوالی از شما نمیپرسه وارد رابطه نشین. توجه نمیکنه. آیا کسی هست که از توجه اونم از طرف شریک زندگیش بدش بیاد؟ درسته که طرف مقابلتون هیچ وقت نمیتونه جای شما باشه، اما همین که در مورد مسائل مختلف از شما میپرسه و به شما توجه میکنه نشون دهنده علاقه و ارزشی که براتون قائل میشه. فکر کنید که شما از آرشگاه اومدید و منتظرین تا شریک زندگیتون تغییرات شما رو ببینه و نظر بده. اگه اون هیچ عکس العملی از خودش نشون نده، آیا ناراحت نمیشین؟ بنابراین به افرادی که مهمترین فاکتور رابطه عاطفی یعنی توجه را نادیده میگیرن نزدیک نشین. به آینده فکر نمی کنه. ارتباط با افرادی که هیچ ایده‌ای در مورد آیندهش ندارن دشواره. شما باید با فردی وارد رابطه بشین که نه تنها برای خودش، بلکه برای رابطه با شما هم هدفمند عمل میکنه. آیا دوست داریم با فردی در رابطه عاطفی باشین که هر وقت صحبت از آینده شد شما را از خودش جدا ببینه، یا اینکه هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت در زندگیش نداشته باشه؟ از اونجا که این افراد خیلی به آینده فکر نمی کنن، رابطه با اونها نیز استحکام لازم را نداره. حرفش را پس می گیره. اگه طرف مقابلتون حرفی رو زد و بار دیگه اون رو تغییر داد، اگه این رفتار اون بارها تکرار شد، باید به کارش شک کرد. شما نمیتونید به چنین فردی که روی حرفش نمیسته اعتماد کنید و به شما احساس خاص بودن نمیده. شما باید فردی رو انتخاب کنید که در کنار اون احساس خاص بودن به شما دست بده. برای این منظور لازم نیست که حتما اون دست به کار خارق‌العاده بزنه. حتی با کارهای کوچیکم میتونه این احساس رو به شما منتقل و به تبع در رابطتون تفاوت ایجاد کنه. ممکنه که طرف مقابلتون به دلیل مشغله فکری در کوتاه مدت به شما توجه نکنه، اما اگه این رفتار او از ماها تبدیل به سال شد، باید فکر دیگری کرد.